میخواستم به اطلاعتون برسونم که منم کرونایی شدم. تست کرونایی من مثبته، اما حالم بسیار خوب هست. حرکت به سمت کنترل این ویروس هست. اما یا ایران در مسیر کنترل کرونا است؟ در 60 دقیقه امشب از وضعیت ویروسی میگوییم که حالا دامن مقامات را هم گرفته. با یک پژوهشگر ارشد ویروس شناسی پزشکی و یک فوق تخصص بیماری های حاد و مراقبت های ویژه گفتگو میکنیم. همچنین در برنامه امشب، خیابان های خلوت، داروخانه های بی ماسک، کرونا چه تأثیری بر زندگی ایرانیان گذاشته؟ بازگشایی مرز زمینی و هوایی همسایه شرقی ایران، آیا افغانستان برای شیوع احتمالی کرونا آماده است؟ از 3 دهه حکمرانی بر مصر تا عزل، حبس و بیماری، حسنی مبارک در 91 سالگی درگذشت. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. در کمتر از 24 ساعت گذشته در ایران شمار استانهای آلوده به کرونا از 3 استان به 13 استان رسید. در حالی که مقامات شمار مبتلایان را 95 نفر اعلام کردند، بسیاری معتقدند آمار واقعی احتمالاً بیشتر از این هاست. ایران با مرگ دست کم 15 نفر دومین کشور پرتلفات پس از چین است. در شرایطی که کشورهایی با آمار به مراتب کمتر شهرهایشان را قرنطینه کردند، مقامهای ایران زیر بار قرنطینه و حتی تعطیل کردن مراکز پرجمعی، خصوصا مراکز مذهبی در قم، مرکز شیوع بیماری نمی روند. حسن روحانی رئیس جمهوری می گوید این توطئه دشمن است که با هراس افکنی ایران را به تعطیلی بکشاند. تا همین جای کار هم ایران ویروس کرونا را با مسافرانش به دست کم 7 کشور منطقه صادر کرده. بحران دیگر یک بحران داخلی نیست، بلکه به سرعت به بحرانی منطقه‌ای تبدیل می شود با مسئولیت ایران. اما رهبران ایران چقدر جدی بودن بحران را درک کردند؟ بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. اول گزارشی ببینیم از شیدا هوشمندی. ویروس کرونا از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران پراکنده شده. شمار استان‌هایی که ویروس به آنها رخنه کرده، حالا از انگشتان دست هم بیشتر است. ویروس کشنده هیئت دولت را هم گرفتار کرده. این معاون وزیر بهداشت است، همین دیروز. اینجا کنار سخنگوی دولت ایستاد و آمار مرگ 50 نفر در قم بر اثر ویروس کرونا را تکذیب کرد. منم کرونایی شدم. اینجا خودش میگوید که مبتلا شده. تب داشتم، تست اولیم آخر شب مثبت شد. از دیشب خودم رو در محلی ایزوله کردم. چند دقیقه پیش به من گفتن که تست نهایی قطعی شده. دارم درمان رو شروع میکنم، حال عمومی بد نیست، خوبم، یه مقدار کوفتگی دارم، تب داشتم که انشالله کم میشه. ترس از کرونا حالا خیابانهای تهران را خلوت کرده. تصاویر میگویند مردم به خانه هاشان پناه بردند. خیابانها، مرکز خرید و رستورانها خالی هستند. کمتر کسی از حمل و نقل عمومی استفاده میکنند. حالا هر کجایی اگر این ستاد، رئیس دولت اما میگوید از شنبه آینده کشور به روال عادی برمیگردد. مدرسه، دبیرستانی، دانشگاهی، محل اجتماعی مورد خاص رو اگر تشخیص داد خودش اعلام میکنه. بنابراین از روز شنبه همه روال ها به صورت عادی خواهد بود در کشور، مگر مورد خاص با شرایط ویژه که خود ستاد ملی اعلام میکنه به اونها. ایران مورد منحصر به فرد در منطقه خاورمیانه به خاطر شیوع گسترده و سریع ویروس کرونا. حالا بیشتر همسایگان ایران مرزهایشان را روی این کشور بستند. مسافران ایرانی سرگردان در هوا و زمین. این پرواز خطوط هواپیمایی ترکیه از مبدأ تهران است. 12 نفر از شهر قم در پرواز بودند. صبح امروز به هواپیما اجازه فرود در استانبول داده نشد. دستور از وزیر بهداشت ترکیه بود. هواپیما حالا به آنکارا رفته. آمار رسمی شمار کشته شدگان ویروس کرونا در ایران بالاترین در منطقه خاورمیانه و بیشترین میزان مرگ ناشی از کرونا در خارج از چین است. نحوه اطلاع رسانی وزارت بهداشت درباره آمار مرگ ناشی از کرونا چندان روشن نیست. مشخص نیست موارد جدیدی هم که امروز اعلام شده در برآورد وزارت بهداشت آمده یا نه.
امروز دو مورد تازه از مرگ ناشی از کووید 19 گزارش شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرستان ساوه اعلام کرد که نتیجه نهایی آزمایش روی دو بیمار تازه فوت شده در این شهر مثبت بوده. یکی از بیماران خانمی 87 ساله با سوابق بیماری‌های قلبی، ریوی، کبدی و کلیوی بود که پس از دو روز بستری شدن در بیمارستان شهید چمران درگذشت. دومین فرد فوت شده نیز خانمی 82 ساله بود که دارای بیماری زمینه قلبی، کلیوی و مزمن خونی بود و پس از یک روز بستری شدن در بیمارستان جان خود را از دست داد. آقای نیکروش میگوید بیمار دوم به قم رفت آمد داشته. خبرگزاری های داخل ایران میگویند 3 نفر هم در استان البرز بر سر ابتلا به ویروس کرونا در مرکز درمانی این استان بستری شدند که یکی از آنها جان خود را از دست داده. شمار موارد ابتلا به ویروس کرونا در جهان حالا از 80,000 هم گذشته. اینجا سئول پایتخت کره جنوبی است. ماموران شهرداری در حال جنگ هستند با دشمنی پنهان. هیئت دولت کره هم لباس رزم پوشیدند. رئیس جمهوری کره میگوید در این جنگ پیروز خواهند شد. سرعت و زمان دو عامل مهم در جنگ ما علیه کرونا است. باید بتونیم در عرض یک هفته جلوی افزایش شمار موارد ابتلا رو بگیریم. کره بیش از 10 برابر ایران مبتلا داشته، البته با فرض درست بودن آمار رسمی، اما تلفاتش کمتر است. در ایتالیا، کشوری که در اروپا تبدیل به مرکز ویروس کرونا شده، نخستین مورد ابتلا به ویروس در جنوب این کشور اعلام شده. شمار مبتلایان در کل ایتالیا تا ظهر امروز به بیش از 260 نفر رسیده. ترس آن وجود دارد که اپیدمی در این کشور توریستی منشأ سرایت این ویروس به باقی اروپا شود. شیدا هوشمندی، بی بی سی. دکتر محمود رضا پورکریم، پژوهشگر ارشد ویروس شناسی پزشکی در مؤسسه رگای بلژیک از لوون با ماست. آقای دکتر، خوش آمدید به برنامه. چند روزی از اپیدمی گذشته، الان کجا قرار داریم؟ سلام، شب شما و همه بینندگان و مخاطبان عزیزتون بخیر باشه. بله، ما این اپیدمی رو آغازش رو در چین داشتیم و بعد به کشورهای مختلف. از نظر سازمان بهداشت جهانی، ابتدای هر اپیدمی در یک منطقه بعد از انتقال این ویروس میتونه صورت بگیره از حیوان به انسان و بعد بین انسان‌ها. هر اپیدمی میتونه فازهای مختلفی داشته باشه، از بین خود انسان‌ها و بعد در یک منطقه و از یک منطقه دیگه دوباره بین خود انسان‌ها. اگر که به تقسیم بندی سازمان بهداشت جهانی WHO نگاه بکنیم، ما جهان رو به 6 منطقه تقسیم کردیم. آفریقا یک منطقه است، شرق و جنوب آسیا یک منطقه است و منطقه مدیترانه، منطقه امریکا و منطقه های اقیانوسیه. طبق تعریف خود WHO، وقتی میگیم که جهانی شدن یا پاندمیک وارد شدیم، که دو تا کشور در یکی از من حداقل دو تا کشور در یکی از مناطق WHO گرفتار شده باشن. الان ما دقت بکنید میبینیم که چین و کره جنوبی که هر دو در منطقه آسیای شرقی و جنوبی ناحیه WHO قرار گرفتن، این دو کشور مبتلا هستند. نتیجه این که ما وارد فاز پاندمیک داریم میشیم. الان توی خاورمیانه هم همینطور، توی گزارشتون بود که ایران تونسته این رو ترانسفر کنه و انتقال بده به 7 کشور دیگه. حالا اگر فازهای انتقالی در خود اون چند کشور دیگه هم رخ بده، یعنی توی بحرین و یا کویت و یا عراق بین خودشون هم از افراد وارد شده انتقال بدن به هم دیگه، دیگه اونجا هم دیگه تکمیل میشه و اون فاز پاندمیک ما هم پیشرفت کرده. البته بعد از این فاز پاندمیک ما وارد میشیم به فازی که تقریبا تمام جوامع این رو گرفتن، یک بیسلاین و یک پایه‌ای از آنتیبادی و دفاع در جمعیت‌ها ایجاد میشه. بعد این شیب نمودار به قول معروف برمیگرده پایین، اما تا اون موقع بایستی به شدت مراقبت کنیم و از اینکه این افراد بین همدیگه این رو توزیع نکنن و انتقال ندن.
آقای دکتر، پندمیک که از صحبت میکنین، آیا این فراگیری منطقه‌ای الان محسوب میشه یا اینکه به مرحله فراگیری جهانی رسیدیم از دید شما؟ ما از منطقه خارج شدیم، ما وارد انتقال ویروس به کل کشورها تقریبا شدیم. عرض کردم در یک منطقه ریجنال WHO، منطقه WHO حداقل دو کشور اگر مبتلا بشن ما میگیم در فاز پاندمیک قرار گرفتیم، یعنی داره فاز جهانی میشه. البته اناونسمنت و اعلام این بایستی توسط WHO باشه و قطعا WHO تمامی فاکتورهای لازم رو در نظر خواهد گرفت و بعد اعلام خواهد کرد که این ما چقدر وارد این فاز شدیم یا اینکه سکوت خواهد کرد. در این حال شما ببینید در منطقه ما خیلی از کشورها مبتلا شدن، از چین شروع شد و الان به ایران و سایر کشورها رسیده. آقای دکتر، تضادی هست بین تعداد مبتلایان تایید شده در داخل ایران و آنهایی که از ایران خارج شدند. در مجموع الان 45 نفر از خارجی هایی که به ایران سفر کرده بودند تایید شده که مبتلا شدند. در ایران 95 نفر، تقریبا دو برابر اون 45 تاست. چقدر به نظر شما این آمار دقیقه؟ پایین بودنش آیا ناشی از عدم امکان انجام آزمایش در ایران یا تلاش برای پنهانکاری؟ نه، من با دید خوب به قضیه نگاه میکنم. این پنهانکاری نیست. ببینید، ما حدس میزنیم که موارد اولیه میس شدند، موارد اولیه گم شدند، درست تشخیص داده نشدند. در بهترین حالت این رو ببینید. اما این دلیل نمیشه که ما رها کنیم اپیدمی رو و بگیم که نه تموم شد و رفت. نه نه نه، حداقل ببینید، ما دو کیس داشتیم که اون روز در قم اعلام شد، صبح اعلام شد اینها مبتلا هستند، بعد از ظهر از دنیا رفتن. لحاظا اگر دقت بکنید به فاز اینکوبیشن این بیماری که 15 روز هست، حداقل به نظر WHO و به نظر چینی ها 24 روز هست، حداقل 15 روز قبل ممکن هستش که اینها مبتلا شده باشند. یعنی ویروس حدود 15 روز قبل از اون روز وارد منطقه ما شده، اون تا تک مورد و اینها مبتلا شدن. لحاظا این کیس هایی هم که ما بعد از اون میبینیم بایستی با دقت همون 15 روز در نظر بگیریم. پس اپیدمی تموم نشده، ما نبایستی مراقبت هامون رو استوب کنیم و متوقف کنیم. آقای دکتر، بعضی از گزارش ها نشون میده که افرادی که بهبود پیدا کردند، آزمایشی که انجام شده درشون نشون میده که هنوز مثبت نتیجه آزمایش. آیا این به این معناست که در کماکان احتمال انتقال بعد از بهبود هم وجود داره؟ ببینید، پروتکل ها میگه که اینها رو تا زمان که بهبود کامل پیدا کنن بایستی نگه داریم. ببینید، هر ویروسی یک به قول معروف اینفکشیوز دوز داره، یک فاز عفونی داره. از یک فازی که به فاز نهایی میرسه، مقدار ویروسی که توسط فرد شد میشه و یا ترشح میشه اینفکشیوز نمیتونه باشه. من معتقدم که اینها در اون فاز هستن، ولی بایستی مراقبت های ویژه باز شامل حالشون بشه. حالا حداقل خودشون توی خونه، توی منزل خودشون رو این رسمی که در هر اپیدمی بایستی رعایت بشه. متشکرم از شما دکتر محمود رضا پورگهریم، پژوهشگر ارشد ویروس شناسی پزشکی با ما. دکتر پیروز پیران، فوق تخصص بیماری های حاد و مراقبت های ویژه از مریلند آمریکا با ما. آقای دکتر، خوش آمدید به برنامه. به نظر شما یا ایران امکانات لوجستیکی لازم برای مقابله با این بحران رو داره؟ بله، ممنون از دعوتتون. به نظر من یکی از مشکلاتی که الان به نظر میرسه وجود داره اینه که تمام تلاش و تمام توجه مسئولین و همه افرادی که با این مسئله درگیرن به میزان کشندگی این ویروس معطوف شده و این مسئله که این بین 2.5% تا 3% باعث مرگ میشه. اما چیزی که بهش باید توجه بشه حتما اینه که آماری که الان از چین میاد بیرون اینه که میزان هاسپیتالیزیشن یا میزان روزهایی که افراد نیاز دارن که بستری بشن در بیمارستان، علی‌رغم اینکه سیر کشندگی ویروس در چین به صورت ثابت در اومده، سیر بستری شدن در بیمارستان کماکان همچنان بالا رفته و ادامه پیدا کرده. این بیماری 3 هفته طول میکشه و اینطوری که آمارها الان اومده بیرون، حداقل 14% مریض ها در شدت بسیار شدید قرار میگیرن. این باعث میشه که حداقل 14 تا 15% دست کم بگیریم، 10% این مریض ها نیاز به مراقبت های تنفسی خواهند داشت
و نیاز به این دارن که به دستگاه تنفسی اتصال پیدا کنن. من فکر میکنم این مسئله رو هم باید در نظر بگیرن، برای اینکه ایران به طور کلی در حالت عادی هم از نظر میزان تخت ICU با مشکل روبروه، و اگر این آمارهایی که الان همین آمارهایی هم که خودشون اعلام میکنن درست باشه، شما با موج بسیار زیادی از مریضا که احتیاج به دستگاه‌های تنفسی و احتیاج به مراقبت‌های ویژه ICU دارن پیدا خواهید کرد، و این ممکنه به حدی برسه که تعداد مریضایی که احتیاج به این مراقبت‌های ویژه دارن از تعداد تخت‌ها، از تعداد پرسنلی که میتونن این سرویس رو بدن بیشتر بشه. شما نگاه کنید الان چین توانایی رو داشته که در عرض 6 روز یه بیمارستان 1000 تخت خوابه بسازه. خب ایران با چین فاصله های زیاد داره، و خب این باعث میشه که بسیار نگران کننده باشه این مسئله که ایران ممکنه نتونه از پس مریض هایی که خیلی به احتیاج به مراقبت های ویژه دارن بر بیاد. راه حلی وجود داره؟ ببینین، معمولا این راه حل این مسائل از سالها قبل برمیگرده. کشورها باید زیرساختاشون رو آماده کنن. مثلا الان در کشور امریکا بسیاری از بیمارستان‌ها توانایی اینو دارن که تعداد ظرفیت تختاشون رو در ظرف 24 ساعت دو برابر کنن. حالا من نمیدونم آیا این مانورها و این آمادگی‌ها در ایران انجام شده، ولی من اگر باشم حتما میرم به دنبال این که ظرفیت تختای ICU رو در ایران زیاد بکنم طی روزهای آینده. حتما میرم به دنبال این که دستگاه‌های متعدد تنفسی، ونتیلیتور وارد ایران بشه اگر در دسترس نیست. و من فکر میکنم که ما باید از تجربه های بقیه استفاده کنیم. یه چیز علمیه. من فکر میکنم ما باید نباید به نگاه سیاسی بهش نگاه بکنیم و از نظر علمی از تجربه های بقیه استفاده کنیم. الان گزارش WHO منتشر شده، نشون داده که قرنطینه شهرها در چین جواب داده، باعث شده چین بتونه تا حدی این بیماری رو کنترل کنه. اینه که من فکر میکنم ما باید از تجربه کشورهای دیگه استفاده کنیم و بعضی از شهرامون رو حداقل قرنطینه کنیم، اینطور که به نظر میاد. آقای پیران، در گفته‌های مسئولان ایران آیا شما چنین احساسی کردین، چنین برداشتی داشتین که اونها اصلا احساس نیاز و فوریت میکنن برای افزایش امکانات لوجستیکی ایران؟ ببینید، خب مسئولین ایران قاعدتا مشکلی که دارن اینه که میخوان احتمالاً از وحشت عمومی هم جلوگیری کنن. باید ما ببینیم که در پشت درهای بسته و بین خودشون چه مکالماتی رد و بدل میشه، ولی من احساس خیلی خطر جدی میکنم اگر به این فکر نکنن که در روزهای آینده با انبوهی از بیمارها مواجه خواهند شد که نیاز به مراقبت‌های ویژه دارن، و به اصطلاح این ممکنه که از توان حد پزشکی ایران خارج بشه، و اون وقت دیگه اون وقت این میزان کشندگی ویروس 2% نخواهد بود، به خاطر اینکه شما روبرو میشین با افرادی که نیاز به مراقبت‌های ویژه و رفتن به اصطلاح روی دستگاه‌های تنفسی دارن، و شما به اندازه کافی دستگاه‌های تنفسی ندارید. متشکرم دکتر پیروز پیران، فوق تخصص بیماری‌های حاد و مراقبت‌های ویژه. با ما نگرانی از شیوع ویروس کرونا و بحران ناشی از آن هر روز جدی‌تر می‌شود و زندگی مردم را بیش از پیش تحت تاثیر قرار می‌دهد. مریم افشان نگاهی کرده به تغییراتی که در زندگی روزمره مردم ایران در روزهای گذشته اتفاق افتاده. اینم از اوزای فیلیه تهران. فیلمی که یکی از بینندگان بی بی سی از خالی شدن یک سوپرمارکت فرستاده. همه به یه وضع خرید می‌کنن که انگار قحطی اومده. با ورود کرونا این هم گزارشی از صدا و سیما. روزهای قبل‌تر می اومدم شاید 20% اینجا میاد. علتش چی به نظره؟ نمیدونم، یه مقدار خول کردم. بحران کرونا این روزها زندگی روزانه بسیاری را در ایران تحت تاثیر قرار داده. بعضی نگران از ابتلا به بیماری تلاش می‌کنند هر چه کمتر در مراکز عمومی حضور پیدا کنند. بعضی هم هنوز احساس خطر نمی‌کنند. روزنامه اعتماد در گزارشی شهر قم را از نگاه پسر جوانی اینطور تصویر کرده. خیابان‌های خالی از آدم، داروخانه‌های خالی از ماسک، شهر خالی از امید، شهری که یکی از کاسبانش به جای آنکه کرکره مغازه‌اش را بالا ببرد و منتظر مشتری باشد، از ترس آلودگی و بیماری خانه نشین شده. می‌گوید که مقصر حال و روز امروز دولت، خود دولت است که در این ماه‌ها و هفته‌های گذشته با مردم رو راست نبوده و حالا هر چه بگوید مردم فکر می‌کنند ادامه داستان کتمان و انکار است. روزنامه شهروند به سراغ کسانی رفته که در معرض خطرند اما از چشم‌ها جا افتادند. کودکان کار.
گزارشگر از گفتگویش با یکی از آنها می نویسد. دستکش یا ماسک نداری؟ دستهایش را از داخل سطل بیرون می آورد و متعجب نگاه می کند. مأمور دستکشی؟ ندارم را همزمان با به حرکت درآوردن چرخ و گونی زباله ها روی زمین به زبان می آورد. این روزنامه همچنین از قول مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان می نویسد که این کودکان اگر به بیماری دچار شوند در آمار جایی ندارند و به دلیل نداشتن بیمه و امکانات درمانی احتمالاً بیشتر از سایر افراد در معرض آسیبند. معضل دیگر این روزها مدارس و کودکانی هستند که در خانه ماندند. این توییت اشاره به این وضعیت دارد. امروز کلاس درس بچه‌ام به شکل مجازی در واتساپ برگزار شد. یکی از نگرانی‌ها کمبود ماسک و مواد ضد عفونی کننده است. صف ماسک با کنترل پلیس. اینجا هم تبریز، توزیع رایگان ماسک. بخشنامه جدید سازمان غذا و دارو داروخانه ها را از خرید ماسک از شرکت توزیع منع کرده. توزیع کیف های بهداشتی برای محافظت از کرونا بین نمایندگان مجلس. پخش این تصاویر از نمایندگان مجلس در خبرگزاری ها و شبکه های اجتماعی با انتقادهای زیادی مواجه شد. انتقاداتی از این دست. آقای نماینده مجلس، شما تافته جدا بافته نیستی لم بدی روی صندلی و کیت بهداشتی برات بیارن. باید مثل بقیه مردم بری بگردی و از داروخانه هایی که پیدا نمی کنی این وسایل رو تهیه کنی. این روزها بازار خرید و فروش ماسک و مواد شوینده و ضد عفونی کننده داغ است. این هم مکالمه تلفنی یکی از بازاریابان برای فروش کیت بهداشتی. این بسته ها تقریبا 6 عددی هستش. خب هر محلوط هم 400 میل هستش. بعد تقریبا کلا 2.5 میل هستش. 2.5 لیتر هستش. خواهی میکنم برای ضد عفونی کننده دست و صورت و جلوگیری و از ابتلا به انواع اقسام ویروس ها مثلا کرونا هستش. بعد ترکیباتش هم 70% الکل هستش. اتانول و گلیسرین و رزماری و مریم گلی و اینا همه هستن. بعد شماره مجوز بهداشت هم داره. برندش هم گارمی هستش. قیمتش هم 20,000 تومان. هر کجا که جمعیتی هست، اجتماعی هست. رئیس جمهور ایران امروز اعلام کرد از شنبه روال امور به حالت عادی باز خواهد گشت. حرف‌هایی که با توجه به ابتلای دولت مردان به کرونا شاید حتی در کابینه او هم عادی نباشد. مریم افشنگ، بی بی سی. دکتر مسعود افتخاری، استاد روانپزشکی دانشگاه استکهلم از همین شهر سوئد با ماست. آقای افتخاری همچنین پژوهشگر حوزه مدیریت بحران‌ها هم هستند. آقای افتخاری خوش آمدید به برنامه. در شرایط بحرانی مثل این روزهای ایران مسئولیت دولت چیه از دید شما؟ دولت قطعاً می‌بایست که یک قدم جلوتر از اینکه حادثه کاملا غلبه بکنه و جامعه حرکت بکنه با دادن اطلاعات شفاف، با ارتباط صادقانه و روشن با مردم، با استفاده از تجربیات کشورهای درگیر، با دادن اطلاعات به موقع و با به کار گرفتن آخرین امکاناتی که در این تمام امکانات مملکت میبایست الان بسیج بشه پیرامون دادن اطلاعات کانالیزه شده، دادن اطلاعات کافی و به موقع و جلوگیری از این که این بحران تبدیل به یک نوع هرج و مرج روحی روانی در جامعه بشه. این خطر وجود داره که مردم به راه حل هایی که خودشون فکر میکنن دست بزنن و این هم پروسه درمان رو سخت بکنه و هم این که موجب انتشار و شیوع بیشتر بیماری بشه. بنابراین دولت میبایست که تمام امکاناتش رو بسیج بکنه که به موقع خبر بده، اطلاعات شفاف به مردم بده، با مردم رو راست باشه از یک طرف، از طرفی میبایست که با هماهنگی با سازمان بهداشت جهانی و کشورهایی که خب تجربه بیشتری در مهار کردن بیماری های واگیر و باکتریال و ویروسی دارن بتونن که این مسئله رو تا اونجایی که امکان داره متوقف بکنن.
دولت میبایست این مسئله رو به موضوع شماره یک خودش تبدیل بکنه. آقای افتخاری، مسئله اینجاست که به هر حال نتیجه چندین و چند سال سیاست‌های مقام‌های ایران منجر به یک بی‌اعتمادی بسیار شدید بین مردم شده. در حدی که حتی اگر الان هم مقام‌های جمهوری اسلامی تصمیم به صداقت در این باره با مردم بگیرند، شاید باورش برای بسیاری مشکله. در چنین شرایطی چه کار میتونه بکنه دولت؟ من تصور میکنم که مردم در این مورد مشخص میبایست که همکاری بکنند با وزارت بهداشت، با نظام پزشکی، با کادر درمانی ایران، پزشکای قابل و درجه یکی در کشور ما هستند با صلاحیت علمی بسیار بالا. در این مورد مشخص خوبه که به هر حال مجموعه جمعیت هماهنگ باشند و همسو باشند تا بشود با این ویروس بسیار خطرناک مواجه شد. دولت میبایست که تلاشش رو بکنه. این بی‌اعتمادی متاسفانه این روزها نمیشه کاریش کرد، اما مردم خوبه که در یک هماهنگی بین خودشون از یک طرف و در هماهنگی با دستگاه درمانی در حسرت به توصیه ها، به راهکردهایی که و راهحل هایی که ارائه میشه توجه بکنن. و در این مورد مشخص ما میبایست که هماهنگی بین مردم و دولت رو داشته باشیم. آقای افتخاری با ما بمونید. صدای دو نفر از بینندگان بی بی سی فارسی رو که مشاهداتشون رو از شهرهای همدان و اصفهان برای ما فرستادن با هم بشنویم. برمی‌گردیم. مردم هجوم بردن به فروشگاه‌ها و مواد شوینده، خیلی می‌خرن و متاسفانه امکان داره که مثل مواد ضد عفونی کننده و ماسک کمیاب بشه و دچار مشکل بشه. خیابون‌ها خیلی خلوته، خیلی کم توی خیابون‌ها توی بازار هستن، اکثر مغازه‌ها بسته است، قیمت اجناس بالا رفته، چیزی که من دارم مشاهده می‌کنم، و یه ترس همه‌گیری توی شهرها هستش. خیلی‌ها می‌ترسن سوار اتوبوس یا تاکسی بشن، اکثرا ماسک به دهن دارن. در کنار این یه عده هستن که واقعا بی خیال هستن، رعایت نمی کنن و با حالت نیشخند به دیگران نگاه می کنن. اونایی که جدی گرفتن در حال انبار کردن مواد غذایی و یه سری موادهای شوینده توی خونه هاشون هستن. اینو توی فروشگاه دقیق می شه دید از طریقه خرید مردم که میرن و به صورت کارتونی و کلی میخرن. دولت اگه یه تدبیری برای این مشکل درست نکنه، متاسفانه ما با کمبود یه سری از اقلام مواجه خواهیم شد. سلام، بنده از اصفهان هستم، اصفهان زندگی میکنم و شغلم هم مواد غذایی هستش. مغازه مواد غذایی دارم، برنج و حبوبات و خشکبار و شایی و اینطور مسائل. اینجا توی اصفهان که خیلی کسی جدی نمیگیره با اینکه کرونا اومده، ولی خیلی ها مثلا میگن که اصفهان که هنوز زیاد خبری نیست و خیلی به اون شدت دیده نمیشه که کسی از ماسک و دستکش به اون جدیت استفاده بکنه مثل حالا بقیه شهر رو که من تو صفحه مجازی میبینم. ولی مثلا چیزی که الان خیلی چشمگیره قیمت اجناسه که هر روز روز به روز قیمت ها افزایش پیدا میکنه. مثلا لپه از 3 روز پیش 4 روز پیش تا الان 5,000 تومان گرون شده که این 3,000 تومان 4,000 تومان گرون شده که این اصلا قابل باور نبود برای بنده. و مثلا عدس گرون شده، ماش گرون شده، خیلی از اقلام مواد غذایی گرون شده، برنج همینطور. بعد اینکه مثلا کسی که میاد خرید میکنه، من میبینم متوجه میشم که فقط خرید شب عیدش نیست، یعنی با اینکه شب عیده فقط خرید شب عیدش نیست، به صورتی خرید میکنه که منتظر قحطیه. و خب این خبرها و این گزارش‌های ضد و نقیضی که می‌بینیم باعث میشه که مردم جور بیان خرید بکنن که فقط خریدش به عیدشون نباشه. از اون طرف خودم هم مثلا برای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا، خب از دستکش و ماسک استفاده می‌کنم در مغازه و به مشتریامونم به محض اینکه وارد مغازه میشن دستکش با مصرف میدم تا یه وقت دست نزنن به حبوبات یا برنج که می‌خوام بخرن.
و یه وقت خدای نکرده انتقال ویروس بشه. دکتر مسعود افتخاری استاد روانپزشکی کماکان با ماست. آقای دکتر، شنیدید گفته های بعضی از بیننده های ما رو درباره ترس و نگرانی فراگیری که بسیاری درباره صحبت می کنند. به عنوان یک روانپزشک توصیه‌تون چیه که در چنین شرایطی افراد چطوری میتونن به خودشون آرامش بدن؟ ولی یک نکته رو تذکر بدم بعد از اینکه وارد این بحث بشم، اینه که در این شرایطی که نیاز داریم از استاندارد بهداشتی بالایی استفاده بکنیم و حتی امکان از آلوده کردن فضا با دست خودمون جلوگیری بکنیم، بعد نیست که زندانیان رو فراموش نکنیم، به ویژه زندانیان سیاسی در وضعیت بهداشت درمان بسیار بدی در حالت معمولی برخوردار بودن. همین الان یه گروهی هستن که جونشون در خطره. بقیه زندانان دیگه البته همونقدر حق دارن که از استاندارد پزشکی بالایی برخوردار باشن. خانواده های ایرانی نگران هستن، به ویژه اونایی که عزیزان رو تو این ماجرای ویروس از دست دادن. بقیه هم همینقدر نگران هستن. خانواده های زندانیان بیش از همه و مضاعف نگران هستن. این بحثیست که فراموش نکنیم زندانیان رو و به ویژه زندانیان سیاسی که به ناحق در زندان هستن. اما در ارتباط با کاری که مردم میتونن بکنن، که از هر گونه رویکرد خود به خودی باید جلوگیری بشه. ایران در حال جنگ با ویروسی که به نظر میاد ابعاد فراگیرتری از اون چه که ما فکر میکنیم داره. هر گونه تجمع بی مورد اشتباه، هر گونه سهل انگاری در برخورد با این مسئله میتونه ابعاد و هزینه‌های بسیار زیادی رو تحمیل بکنه. بنابراین میبایست که حتما مردم رعایت بکنن، باید که از مسافرت ها، از تجمعات بی مورد جلوگیری بشه. مردم باید خیلی دقت بکنن، این مسئله میتونه هزینه های بسیار زیادی داشته باشه. من تصور میکنم که ابعاد واقعی مسئله خیلی وسیع‌تر از اون چیزی است که مسئولین مطرح میکنن. همزمان با گفتگوی با شما تصاویری از دیروز تهران میبینیم که بسیاری از مراکز خرید خالی از سکن است. آقای دکتر، چقدر مسئولیت فرزن عدم حضور در اماکن پر جمعیت با مردمه؟ چقدر در شرایط بحرانی اینچنینی با دولت امروز شنیدیم که حسن روحانی توصیه میکرد که فرزن افراد به مراکز مذهبی اگر که لازم نیست مراجعه نکنن، چقدر میشه از مردم انتظار داشت که مسئولیت این داستان رو بپذیرن؟ مردم میباید این خطر رو جدی تلقی بکنن. ببینید که این ویروس ناشناخته است، این یک بحران سراسری است. مردم ایران بنیه بسیار کمی برای برخورد با این بحران دارن به خاطر بحران‌های متعددی که ما در چند ماه اخیر باش مواجه بودیم. خوبه مردم این مسئله توجه بکنن. الان اون چه که جامعه ایران نیاز نداره و کشور ایران، شیوع فراگیر یک ویروس هست که میتونه ابعادی بسیار بسیار وسیع داشته باشه. مردم حتما از تمرکز میباید که خودداری بکنن. از طرفی مردم لازم نیست زیاد هم بترسن. خوشبختانه ویروس ها در فضای آزاد زیاد میتونن زندگی بکنن. حتما توضیحات علمی رو همکاران دیگه ما دادن. ویروس ها الزاما میباید که در بدن ارگانیسم های زنده باشن تا بتونن زندگی بکنن. به همین خاطر از هر گونه تماس میباید خودداری کرد. بوسیدن اطفال، دست دادن ها، بغل کردن های بیمار رو باید کنار گذاشت. به خصوص از تجمع بیش از حد میباید که جلوگیری کرد. در این حال مردم نباید زیاد بترسن، چون خود این ترس و یکسری اقداماتی بدن که همسو با دستگاه درمانی و نظام پزشکی نیست و از سوی دیگه به شیوع بیماری دامن بزنن. متشکرم از شما دکتر مسعود افتخاری، استاد روانپزشکی و پژوهشگر حوزه مدیریت بحران‌ها با ما. اما شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرده که کمیته پیشگیری از شیوع ویروس کرونا تصمیم گرفته مرز ایران و افغانستان دوباره باز شود. دو روز پیش پس از گزارش 3 فرد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در شهر هرات، شورای امنیت ملی این کشور تصمیم گرفته بود که مرزهای زمینی و هوایی با ایران بسته شود. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که تاکنون در مجموع 7 نفر مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در ولایت هرات شناسایی شدند. از بین آنها فقط ابتلای 1 نفر تایید شده و جواب با آزمایش 6 نفر دیگر منفی بوده. وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه بهداشت افغانستان، از دفتر ما در کابل به ما پیوسته. آقای مایار، در شرایطی که سایر همسایگان ایران مرزهاشون رو بستند، بسیاری پروازهاشون رو به بعضی از شهرها قطع کردن، افغانستان تصمیم میگیره که مرز رو باز بکنه، این تصمیم واقعا سیاسی نیست؟ سلام به شما و بیننده‌های محترمتون. شما میفهمین که یک تعداد از افغان‌ها به اون طرف مرز مانده بودن
که دولت افغانستان وظیفه خود دانست تا انتقال مسئولشان شروع بکنه. به می خاطر وزارت صحت عامه تیم های سکرینینگ یا غربالگری خود از زیادتر ساخت. دیشب ما تقریبا در حدود 2000 از هموطن ما دوباره برگشتن به افغانستان که تحت سکرینینگ تیم های سی قرار گرفتن و الحمدلله هیچ کدام از اینا اعراض و علائم ویروس کرونا را نداشتند و اینا توصیه شد برشان که در قرنطینه خانگی به سر ببرند. شما فهم که معضل مهاجرت افغان ها یک معضل بسیار جدی است و ما نمیتونیم که یک کتله عظیمی از هموطنان خود را نادیده بگیریم. انتقال از اینا صورت گرفت و دوام دارد، اما تیم های صحی ما نهایتا کوشش کردند که انتقالشان مسئول و مسئولانه صورت بگیره. امروز گفته شد که وزیر صحت عامه با رئیس جمهوری افغانستان دیدار داشته، آیا تصمیم تازه‌ای گرفته شده برای مهار ویروس؟ در مجموع تلاش های ما شدت پیدا کرده زمانی که ویروس در کشور همسایه ما ایران شناخته شد و بار اول در راپورت داده شد که چقدر واقعات فوتی و چقدر تعداد مساوین است. ما تمام تلاش های خود به خرج دادیم تا در ولایت هرات، نیمروز، فرا و قندهار سکرینینگ خود زیادتر بسازیم، بسترهای خود زیادتر بسازیم، آگاهی دهی عامه را زیادتر بسازیم و همچنان تلاش های ما ادامه دارد. فعلا که من با شما صحبت میکنم، معین وزارت صحت عامه در هرات است همراه با تیم معیتیشان که اونا کوشش میکنن که بیشترتر و خوبترتر بسازن تمام تلاش های ما را. نشست داشتن با علما و روحانیون تا در قسمت تنویر اذهان ما از طریق مساجد و منابر سهمشان داشته باشن. در حال حاضر تنها مرکز تشخیص ویروس در افغانستان در کابل فرمودید که تصمیم های گرفته شده برای کنترل ویروس، اما با همه این اطمینانی که میدید، آیا نگران نیستید که ممکنه از هرات به بخش های دیگه افغانستان گسترش پیدا بکنه ویروس؟ از افغانستان مثل هر کشور همسایه ایران آسیب پذیرای خود داره که بدون شک ما هم آسیب پذیر هستیم. زمان که ویروس در کشور چین بود ما های ریسک نبودیم، در قطار کشورهای ریسک بلند نبودیم، اما که در همسایگی ماست در شهر قم موقعیت متعددش که دیده شد بعضی با شهرهای دیگه ایران سرایت کرد، آسیب پذیری ما زیادتر شد. ما صرف در کابل مرکز قرنطینه و درمانش نداریم، بلکه در سایر ولایات تقریبا در تمام ولایات افغانستان که در ولایات که شفاخانه حوزوی داره به ظرفیت بیشتر از 30 بستر و در شفاخانه دیگه ما به ظرفیت 10 بستر سایه قرنطینه اختصاص دادن که در پلان اولی ماست. در صورت که واقعیت خود ناخواسته زیاد میشه در افغانستان، باز ما پلانای بعدی هم داریم. مهم همکاری مردم ماست که ما آرزومند هستیم همکاری مردم را داشته باشیم. در این چند روزی که اعلام کردیم که واقع مثبت داریم، مردم ما بسیار زیاد همکار بودند. ما اعلام کردیم کسی که از شهر قم برگشته و از ایران در جریان یک ماه گذشته، در صورت که اعراض علائم همچو تب، سلفه، گلودرد، جاندرد اینا می باشن یا اعراض سرماخوردگی را می داشته باشن، با شماره رایگان 166 در تماس شان یا با مسئولین ولایتی ما در هرات از طریق شماره هرات امبولانس 102 در تماس شان که خوشبختانه همتنان ما زیاد تماس گرفتن. به می دلیل بود که بر علاوه او سه واقعی که یکیش مثبت بود دویش منفی، ما هفت واقعی مشکوک دیگه هم داشتیم که خوشبختانه چهار واقعیش منفی بود و نتیجه سی واقعیش فردا اعلان میشه. همکاری مردم خواهان هستیم و همکاری مردم هم با خود داریم. افغانستان هم مثل ایران با مشکل کمبود ماسک روبروه و وزیر صحت عامه گفت که در تلاش برای افزایش تولید داخلی و مقابله با احتکار. چقدر میشه امیدوار بود که به سرعت بتونین شما این مسئله رو حل کنین؟ بدون شک این کارا رو کردیم، اما یک چیز از لحاظ ساینتیفیک علمی برتون بگم که آنقدر که شستن دست ها روزانه 20 تا 30 بار مهم است، ماسک به او اندازه در پریونشن یا وقای ویروس کرونا مهم نیست. خاصا ماسک های عادی که به هیچ وجه اینا اطمینان بخش نیست که اینا متاسفانه که محتکرین انسان های فرصت طلب اینا از هر موقع
استفاده میکنن به نفع شخصی خود. اما اگر ما دقیقا و علما ارزیابی بکنیم، ماسک صرف برای افراد مریض خوب است، به خاطر که اونا که سرفه میکنن از طریق قطرات هوایی به شخص سالم انتقال نتن. میشه به جای از او از دستمال، تکه و یک کاغذ هم استفاده شود، در صورت که خود شخص مریض دیگر را مصاب نسوز و حتی میتونه که در آستین خودم به شکل سرفه بکنه تا از سرایت ویروس از طریق قطرات هوایی یا دروپلتس به اشخاص سالم جلوگیری شود. کارهای مهم دیگه است که از تجمعات غیر ضروری جلوگیری شود. اماکن مثلا در ولایت ایران، ولایت هرات که ما حالت استرسی اعلام کردیم، خوشبختانه سالن‌های عروسی، اماکن عمومی، آب ورزشگاه ها، حوض آبازی و اینا مسدود شدن، که خود نشان میده که چقدر مردم ما با ما همکار هستند. آقای مایار، وزیر صحت عامه اعلام کرد که برای مقابله با ویروس کرونا افغانستان به 20 میلیون دلار نیازمنده که تا الان 5 میلیون دلارش تامین شده. آیا هیچ نشانه ای از تامین باقی مانده این میزان وجود داره؟ بدون شک صحبت ها جریان دارم را با تامین کننده بین المللی و همچنان با دولت افغانستان، که انشاءالله ما در این مرحله اولی که ما در مرحله پیشگیرانه هستیم، منو صرف ما یک واقعه مثبت داریم. اگر واقعات زیاد میشه از منابع دیگه خود که در بخش های دیگه سوره میتونیم که شفت بکنیم. بان هم امیدوار هستیم که جامعه بین المللی نیازمندی های ما را از نیازمندی های مالی ما را مرفوع بسازه. بازمان دولت افغانستان هم متحد به ای است که بعض از نیازمندی های مالی ما را مرفوع بسازه. متشکرم. وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان با ما. بانک مهار شیوع ویروس کرونا در چین تحسین سازمان بهداشت جهانی را برانگیخت. این سازمان در آستانه اعلام وضعیت همه‌گیری جهانی کرونا است. امروز چند کشور دیگر اولین موارد ابتلا به این ویروس را اعلام کردند. چند کشور دیگر هم بر آمار مبتلایان و جان باختگان افزودند. هنوز بیشترین شمار مبتلایان در چین ثبت شده و اکثر کشورهای نیمکره جنوبی هم در امان ماندند. سیاوش اردلان درباره مبارزه جامعه جهانی با کرونا گزارش می‌دهد. هزار نفر مبتلا و هزاران نفر منتظر برای خرید ماسک. صف‌های این چنینی در کره جنوبی پر جمعیتند، ولی بازار نه. من 40 ساله دارم توی این بازار کار میکنم، ولی هیچ وقت چنین وضعی رو ندیدم. خیلی از این بازارهای آسیایی، مخصوصا در چین، مرکز تجارت و خرید و فروش حیواناتی بودند که از زیستگاه‌های خود در حیات وحش روبوده میشدند تا زائقه ها و توهمات اقلیتی را اقناع کنند به بهای سنگین. فعلا دیگر از این خبرها نیست، حداقل در چین نیست. مجلس چین امروز با قید فوریت طرحی را به بحث گذاشت که خرید و فروش و خوردن حیوانات وحشی را ممنوع می کند. درس های عبرتی که چین را در مقابله با ویروس کرونا به الگوی مورد نظر سازمان بهداشت جهانی بدل کرد. چین شاید بلند پروازانه ترین و پویاترین و تهاجمی ترین کارزار مهار یک ویروس در جهان را به اجرا درآورد. با این حال خیلی از چینی ها می گویند اگر دولت به موقع وارد عمل می شد کار به اینجا نمی کشید. اگر کنترل اطلاعات توسط دولت چین باعث شروع کرونا شد، شاید کنترل دولت بر مردم باعث پایان آن شود. ولی در خیلی از کشورهای دیگر گرفتاری‌ها تازه شروع شده و ترس از کرونا جلوتر از خود کرونا در حال گسترش است. در جنوب ایتالیا هنوز بازار توریسم داغ است، ولی کرونا می‌رود تا اقتصاد تازه جان گرفته این کشور را بر زمین زند. ایتالیا تا قبلش در آستانه رکود اقتصادی بود. مردم هم دارن سوپرمارکت‌ها رو تخلیه می‌کنن. یکی از اقتصاددان‌ها به من گفت احتمال قوی هست که تولید ناخالص داخلی در این 3 ماهه با 0.5% یا حتی 1% رشد منفی مواجه بشه. 10,000 نفر در شمال ایتالیا قرنطینه شدند و چشم به راه اقوامی هستند که خود را تا محدوده قرنطینه می‌رسانند، مثل این مرد که می‌خواهد به خواهرش ماسک بدهد. ولی ایتالیایی‌ها امروز کرونا را به 2 کشور دیگر اروپا بردند. اتریش و کرواسی اولین موارد کرونا را از طرف مسافران ایتالیایی ثبت کردند. تا
تست مثبت یک توریست ایتالیایی در این هتل جزایر قناری صدها ساکن هتل را نیز به قرنطینه برد. اولین موارد مشاهده شده کرونا در بحرین، افغانستان، کویت، عراق و عمان مسافران ایران بودند. ایران امروز بعد از چین نه فقط بیشترین تلفات کرونا را داشته که کانون بزرگ انتقال ویروس به همسایگانش بوده. ظاهراً هنوز قاره آفریقا به جز یک مورد و کل آمریکای جنوبی از گزند کرونا در امان بودند. و این جای جشن و شادی دارد. جشنی در حد فستیوال سالانه ریو. خیلی از برزیلی ها میگویند نباید امسال این جشن با وجود این همه توریست برگزار میشد. اما خیلی ها نیز امیدوارند و میگویند نیمه پر لیوان را ببینید. آمریکا امروز گفت 2.5 میلیارد دلار به تولید واکسن کرونا اختصاص میدهد. و خدا را چه دیدید؟ شاید و تنها شاید شروع فصل گرما نیم کره شمالی را مثل اهالی دل در برزیل از شر کرونا راحت کند. سیاوش اردلان، بی بی سی. در تلاشیم که در ادامه برنامه در این باره بیشتر گفتگو بکنیم و اما حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر درگذشت. او 91 سال سن داشت. آقای مبارک 3 دهه بر مصر حکومت کرد. او 9 سال پیش در پی جنبش اعتراضی موسوم به بهار عربی از قدرت کنار رفت و به جرم مشارکت در کشتن معترضان به زندان افتاد. اما 3 سال پیش آزاد شد. حسیب اما نگاهی کرده به زندگی سیاسی او و اینکه چطور به قدرت رسید و چگونه از قدرت سرنگون شد. مردی که از میدان جنگ به صحنه سیاست آمد. شهادتش در جنگ اکتبر سال 1973 بر ضد اسرائیل در مقام فرمانده نیروی هوایی مصر او را به قهرمان ملی تبدیل کرد. ظاهرا همین نقش هم او را به مقام معاون رئیس جمهوری رساند و هم نقطه اتکایی بود برای مشروعیتش در طول 3 دهه زمامداری. در 6 اکتبر سال 1981 روزی که اسلامگراهای تندرو انور سادات رئیس جمهوری وقت مصر را ترور کردند، بخت به او لبخند زد. 8 روز بعد بر مسند حکمروایی مصر پر جمعیت ترین کشور عربی نشست، اما در یک مرحله دشوار. اما این مرد که برخی او را یک رئیس جمهوری تصادفی توصیف می کنند، پس از محمد علی پاشا بنیانگذار مصر مدرن توانست بیشترین مدت را در قدرت بگذراند. او موفق شد مصر را که در پی بستن قرارداد صلح با اسرائیل در سال 1979 در بین کشورهای عربی در انزوا قرار گرفته بود، دوباره به یک بازیگر اصلی در صحنه سیاسی جهان عرب تبدیل کند. مبارک به دلیل همراهیش در جنگ آمریکا علیه عراق در سال 1991 و همچنین حفظ پیمان صلح با اسرائیل برای غرب یک متحد کلیدی بود. هر سال نزدیک به 2 میلیارد دلار از آمریکا کمک دریافت می‌کرد. در گفتگوهای صلح خاورمیانه نقش مهم داشت و یک میانجی اصلی بین اسرائیل و فلسطینی‌ها بود. این موازه او اما با خشم گروه‌های اسلامگرا، چپی و ملیگرا همراه بود. در این میان اسلامگراهای خشونت طلب برخی از خونین‌ترین حملات را علیه نیروهای پلیس و گردشگران غربی در مصر انجام دادند. اسلامگراهای افراطی را به شدت سرکوب کرد و با پایان دهه سال 1990 آنها را شکست داد. این وضعیت همزمان دستاویزی قرار گرفت تا او ثبات امنیتی و اقتصادی را بر توسعه سیاسی ترجیح دهد. متحدان غربی او هم از همین بابت از عملکرد مستبدانه‌اش چشم پوشی کردند. وقت وضعیت سلامتی مبارک رو به وخامت گرایید، صحبت از میراثی شدن قدرت و آماده کردن پسر برای جانشینی پدر به میان آمد. این هم دلیل دیگر شد تا مصری‌ها از مبارک بیشتر به ستوه آیند. به رغم روش سرکوبگرانه پلیس مبارک، با آغاز سال 2005 جنبش کفایه و برخی دیگر گروه‌ها به برگزاری تظاهرات خیابانی آغاز کردند. وخیم شدن اوضاع اقتصادی کارگران را هم به اعتراض و تظاهرات واداشت. اما گویی مبارک این همه خشم و نفرت را اصلا نمی دید و هر سال عزمش برای باقی مانند در قدرت جزمتر می شد. تا زمانی که در سینه‌ام قلبی تپنده دارم و نفس می‌کشم، مسئولیت خود را انجام می‌دهم و امانت را حمل می‌کنم. مسیر گذار با آینده را با شما ادامه می‌دهم. در سال 2010 که انتخابات پارلمانی برگزار شد، حزب مبارک همه کرسی‌های پارلمان را از آن خود کرد.
مخالفان نتیجه انتخابات را نپذیرفتند و دست به تشکیل یک پارلمان متقابل زدند. مبارک این گونه واکنش نشان داد. بگذارید که خوش باشم. کمتر از یک ماه از این سخنرانی نگذشته بود که نخستین جوانهای بهار عرب در تونس شکفت. جوانان مصری با الهام از تونسی ها در 25 ژانویه سال 2011 روز جشن پلیس مصر دستگاه سرکوبگر مبارک به خیابان ها ریختند. پس از 18 روز تظاهرات شبانه روزی صدها هزار معترض مصری برای مبارک چاره جز رفتن نماند. همان گونه که غیر منتظره به پله های قدرت صعود کرد، شتابان سرنگون شد. اما او نخواست بدون دفاع از خود صحنه را ترک کند. هنوز پیش از وقت است که از داوری تاریخ در مورد حسنی مبارک صحبت کرد. اما مردی که به عنوان قهرمان ملی به میدان سیاست قدم گذاشت، به عنوان فرعون عصر از قدرت خلع شد و نخستین رهبر عربی بود که به اتهام ارتکاب جنایت به دادگاه کشیده شد. اما همطور که در برنامه مفصل به موضوع ویروس کرونا پرداختیم، این ویروس در بسیاری از کشورهای جهان مشاهده شده. به گزارش وبسایت World Meters تا این لحظه 80420 نفر در جهان مبتلا شدند، 2711 نفر جانشون رو از دست دادند و 27909 نفر درمان شدند. برای بررسی بیشتر روند جهانی این ویروس، استرگیوس موسکوس، استاد علوم سلولی و مولکولی دانشگاه نورثامبریا از نیوکاسل با ماست. خوش آمدید به برنامه. وقتی که نگاه میکنید به این روند، آیا روند رو رو به افزایش میبینید یا اینکه فکر میکنید که در کنترل شده؟ من فکر میکنم این سوال آسونی نیست جواب دادنش. برای شما در این رجوع به کدوم کشور صحبت میکنین؟ اگه نگاه بکنیم وقتی در چین داره اتفاق میفته، فقط یک منطقه در داخل چین، منطقه ووهان هستش که این ویروس تونسته تأثیر بسیار چشمگیری داشته باشه. بقیه چین بسیار بسیار مؤثر تونستن که مهار بکنن شوی این ویروس رو. باید دقت بکنیم که ببینیم چجوری مردم چین گوش کردن به دولت، به دستورالعمل ها و توصیه ها گوش کردن و تونستن که مهار بکنن. شما اگه به ایتالیا نگاه بکنین، میبینین که دارن سعی میکنن همین الگوی چین رو پیاده بکنن و اون هم فکر کنن مؤثر باشه. آقای موسکوس، تفاوتی دیده میشه بین درصد کسانی که جانشون رو از دست دادن در بسیار از این کشورها و ایران؟ یعنی در بسیاری از کشورها حدود 2% از کسانی که کرونا گرفتند کشته میشند، اما در ایران نزدیک به 20%. فکر میکنید علت این تفاوت چی میتونه باشه؟ متاسفانه من تخصصی در جمعیت شناسی ایران ندارم، ولی فکر میکنم سیستم بهداشتی ایران اونقدر پویا نیست مثل کشورهای دیگه، اونقدر قوی نیست و در نتیجه متاسفانه میبینیم که این درصد بالایی در اثر کرونا فوت شدند. یک جنبه دیگه هم که باید در نظر بگیریم این هست که اگر شما آماری که از کشورهای دیگه میگیریم صحیح باشه، اون موقع به این نتیجه میرسیم که در ایران تعداد مبتلایان الان خیلی بیشتر از این هاست که اعلام شده. واکنش کشورها برای مهار این ویروس رو وقتی که با هم مقایسه میکنید، ارزیابیتون از کشورهای خاورمیانه چیه؟ من فکر کنم هر کشور فرق میکنه، در خود خاورمیانه هم کشورها با هم فرق میکنه و هر کشور هم به نوع خودش واکنش نشون میده. من نمیخوام اینها رو با هم دیگه مقایسه بکنم، برای که بالاخره هر کشور تفاوت‌های فرهنگی خودش رو داره. من فکر میکنم متخصصان بهداشتی در هر کدوم از این کشورها باید با همتاهای بین‌المللی خودشون صحبت بکنن و تا حد ممکن درس عبرت جامعه جهانی و کشورهای دیگر در داخل کشور خودشون با نهایت سرعت اجرا بکنن. آیا هیچ نشانه از ساخت واکسن هست؟
خیلی تلاش ها همکنون در راه هستش برای تولید یک واکسن، ولی من فکر کنم واقع بینانه است اگر بگیم که تا وقتی که ما تمام آزمایش های لازم را انجام ندادیم که چندین ماه طول میکشه، نمیتونیم بگیم که آیا نزدیک شدیم به تولید واکسن مثلا با قضیه ابولا یا نه. فراموش نکنید بسیار طول کشید، برای ابولا هم خیلی طول کشید تا این واکسن پیدا شد، و ابولا هم اندازه کرونا قابل انتقال نیست. برای همین مهم هستش که مردم فکر کنن در ته هفته های آینده باید چی کار بکنن، چجوری خودشون و خانواده خودشون رو آماده بکنن تا بتونن امیدوار باشن، بتونن این دوره اختلال رو پشت سر بگذارن. عده‌ای شایع کردند که در مناطقی که دمای هوا بالا هست این ویروس امکان رشد نداره. چقدر به نظر شما چنین شایعی قابل اتکاست؟ ما هیچ آماری نداریم که بخواد نشون بده با شروع گرما شیوع ویروس کمتر بشه. تا وقتی تابستون نیاد فقط میتونم بگم ما نمیدونیم. بعضی از افرادی که بهبود پیدا کردند جواب آزمایششون گفته میشه که مثبت بوده. آیا امکان انتقال ویروس بعد از بهبودی وجود داره؟ متاسفانه من فکر نمی کنم چیزی نیست که تا الان ما تونسته باشیم بنز کافی معاینه بررسی کرده باشیم که بتونیم رجوعش با قطعیت صحبت بکنیم. نمیشه گفت محتمله، نمیشه گفت محتمل نیست، واقعا نمیدونیم. چقدر میکنید که با رسیدن به مرحله پندمیک و فراگیری جهانی فاصله داریم؟ من فکر کنم در حال حاضر نباید اینقدر فکر بکنیم که این مسئله پندمیک و فراگیری جهانی، نباید به این مسئله فکر بکنیم. الان باید فکر کنیم چجوری میتونیم با نهایت خونسردی میتونیم به یک وضعیتی بخوایم برخورد بکنیم که نزدیک به اپیدمی هستش. شما اگه یک ذره دیرتر بریم به سوپرمارکت یا بخواید برین اونجا رو غارت بکنین، قفسه رو خالی بکنین، این واقعا واکنش درستی نیست. متشکرم. استر گیوس موسکوس، استاد علوم سلولی و مولکولی دانشگاه نورثامبریا با ما. به پایین 60 دقیقه امشب رسیدیم. ممنون از همراهی شما. شبتون خوش.